چهارمین روز تیر ماه برابر با 25 ژوئن، سال 1195 خورشیدی برابر با 1816 میلادی، اولین کشتی بخار مسافربری جهان که پیروسکاف نام داشت و توسط یک فرانسوی ساخته شده بود در رودخانه سن نزدیک شهر لیون به حرکت درآمد. این کشتی 45 متر درازا و 182 تن وزن داشت و دارای دو چرخ بود که پس از 15 دقیقه حرکت دچار مشکل شد و نتوانست در این زمینه موفق باشد. سال 1319 خورشیدی برابر با 1940 میلادی، اختراع اولین میکروسکوپ الکترونی در آمریکا. هرچند میکروسکوپ الکترونی نوعی میکروسکوپ مرکب است که سالها پیشتر توسط دو نفر هلندی به نام هانس و زکاریاسن ساخته شده بود، اما برای اولین بار میکروسکوپ الکترونی که توان نمایش ذراتی به اندازه 50 پیکومتر و تصاویری از اجزای اتم و حرکت اتمها را دارد ساخته شد. سالها پیشتر ارنست آبه ثابت کرده بود که برای تشخیص دقیق دو ذره نزدیک به هم، طول موج نور نباید بیشتر از دو برابر فاصله دو ذره از یکدیگر باشد. بنابراین برای بررسی این ذرات باید از میکروسکوپ مرکب با دقتی بسیار بالا استفاده کرد. سال 1386 خورشیدی برابر با 2007 میلادی، در گذشت خدیجه دهبالا، مشهور به مهستی، خواننده قدیمی آواز و ترانه‌های ایرانی که از او با نام‌هایی چون بانوی آواز گلها و دلها یاد می‌شود. استعداد خوانندگی مهستی توسط پرویز یاحقی در سنین نوجوانیش کشف شد. مهستی و خواهرش که پیش از آن تاریخ هر دو مداح مجالس مذهبی زنانه بودند، در یکی از این مجالس به طور اتفاقی با پرویز یاحقی آشنا می شوند. یاحقی صدای این دو را می شنود و بسیار به صدایشان علاقمند می گردد و آن دو را برای خوانندگی تشویق می کند. هرچند هایده از مهستی بزرگتر بود، اما مهستی زودتر از خواهر خود پا در وادی هنر گذاشت و نام هنریش را از مهستی گنجه‌ای، شاعر ایرانی برگرفت. شروع کار مهستی در سن 17 سالگی در برنامه گلها، برنامه شماره 420، و با خواندن ترانه‌ای به نام آن که دلم را برده خدایا، ساخته بیژن ترقی در سبک موسیقی کلاسیک ایرانی بود. اما پس از طی زمان و همراه با گرایش عمومی برای موسیقی پاپ، آهنگ هایی نیز در این سبک اجرا نمود. مهستی نیز مانند اغلب زنان هنرمند آن دوران با مشکلات بسیاری مواجه بود. به طور مثال در ابتدا خانواده وی نسبت به آوازخوانی او اظهار بیمیلی می کردند، چرا که در آن دوران خوانندگی برای یک زن مناسب به نظر نمی رسید. اما رفته رفته پشتکار مهستی و خواهرش هایده سبب شد تا نه تنها خانوادهشان به این حرفه به دیده احترام بنگرند، بلکه در سال 2005 میلادی آکادمی جهانی هنر، ادبیات و رسانه از وی برای بیش از 40 سال فعالیت در زمینه موسیقی سنتی و پاپ ایرانی تقدیر به عمل آورد.